الان نیم ساعت شده اومدین؟ بابا نیم ساعت چیه؟ من زنگ زدم الان فرودگاه، میگه یک ساعت دیگه هواپیمای آقا پرویز خان میشینه. اینو میتونی بفهمی یا نه؟ کجا داری میری الان؟ برم بگم دیگه. بابا ما الانم که حرکت کنیم یک ساعت راه داریم تا فرودگاه. تازه چی اگه به ترافیک مرافیک نخوریم؟ سعی را تو جاده بیزروت گلم بخریم. واضحه یا نه؟ خب من تا الان گفته بودم تو مسیر فرودگاه بودی، یهو دیدی اصلا رسیده بودیم. خب بجون دیگه. شما چیزی نداری بگی؟ نه من کمرم قفل کرده، حرف من گفته ندارم. نگیر عزیزم دیگه. تو رو بگیرم واسه چی؟ آخ کلام. بله درسته. به خاطر همین درست بودم من لازم شده که از اصلی ترین رسومات خانوادگی رو خدمتتون عرض کنم. اونم اینه که سکه زیاد پشتوانه هیچ دختری نیست. مگه نه؟ احسنت، احسنت. باری کلا. اختیار دارین، اختیار دارین. اصلی اینه که پسر دختر هم دیگر رو بخوان. واسه همون یه سکه کافیه. تازه به روایتی ربع سکه هم دیده شده که مهر میکنن. چی داری میگه خانم؟ روایت چی جاله؟ چی؟ مگه داری اخلاق در خانواده درس میدی؟ آه خودت گفته دیگه، مگه نگفتی من جایی بکم؟ این عیز خانم ها واقعا شوخ طبعه. شوخ طبعیشون هم خیلی جدیه. مگه نه بچه ها؟ نه ای تصدق بکشم ایشان اینا هم شوخ طبعه. باری که الان همینی که فاملی ما رو گذاشتن عشقی، ما هممون عشقی هستیم. البته آقای عشقی اینایی که شما میگین کاملا درسته، ولی من فکر میکنم یه سکه هم خیلی کمه. نه بسه دیگه، بسه دیگه، اونم کافیه. باری کلا خانم، حرف حساب جواب نداره آقا. یواش مادر چی شد؟ شم چی گردی؟ عباس شیپورچی زنگ زده فرودگاه، گفته پرواز امام پرویز یک ساعت دیگه میشینه زمین. عباسش یک ساعت دیگه میشینه؟ خب بشی. عذر میخوام، جای تشریف میبرید؟ نه چطور مگه؟ چطور مگه؟ شما؟ فرشاد هستم. نه شما پرسیدین؟ آه بله. واقعیتش عمو پرویز هم داره از خارج میاد، البته عمو واقعیمون نیست، ما بهشون میگیم عمو. در اصل دوست صمیمی و قدیمی پدر مادر. بس خب البته چه کاری، ما بریم میگیم در بس بگیرن بیان. نه اصلا میخوایم همون با هم بریم فرودگاه. نه آقا زحمتتون میشه، خیلی ممنون. ولی آقای عشقی میگم اگه همون با هم بریم تو راه میتونیم بقیه صحبتامونو بکنیم، با چند تا دیگه رسمای خانوادگی شما آشنا شیم، شاید به تفاهمای بیشتری هم رسیدیم. نه دخترم ما مزاحم نمیشیم، خانواده آقای عشقی خودشون میرن پیشباز عموشون، ما هم رفع زحمت میکنیم. البته تلفنی حرفامونو با هم میزنیم. اون که حتما. باریکلا خانم، این شد حرف حساب آقای عشقی. کار شما همتون درسته. بفرمایید. با اجازه. بفرمایید. آخه وقتی بس کنیم من اینجا از اون فیلم بگیرم. یه لحظه بگیر در خدمت خانواده بزرگ آقای عشقی نصرت عشقی هستیم. من عباس آقا، معروف عباس آقا سوپری، امروز اینجا اومدیم خوب پیشواز آقا پرویز خان بیان و این لحظه زیبای آقا پرویز خان به وطن رو تصویر بکشیم. عباس آقا، بله سلام میکنم، اینجا تهران فرودگاه بین المللی، ما هممون حولیم. میخوام پرویز بگم حالا که داری میای خیلی خوشحالم. نه اینا آقا میخوام اینا دقیقا همین تأخیر رو داره، ولی از حالا قصه دوباره رفتن تو دارم. خوشحالی ورودت تمام تنم لرزه افتاد. بیشتر ناراحتم از این 45 دقیقه از تأخیر داره. کجا بخوای بری؟ مملکت به یه خوبی سه بود دیگه. باز تو اومدی جای من حرف زدی. خب تو حرف زدی. بیا بیا. ما همه گی تو فرودگاه منتظر شما این بی‌صبرانه لحظه شماره می‌کنم که بیاین. لحظه من اونم من در شما به ازدواج اما خیلی دوست دارم که تو عروسی شرکت کنی. امیدوارم که زودتر بیاد صدای ما رو به مسئولا برسونی. آها از تو که نبود. صدای ما به مسئولا برسه. آماده باشی یه آهانی یه عمونی، من آماده نیستم که. الان خوبه؟ الان خوب هستم. می‌خواستم بگم که نسر جان اینه تقدیمش کنم به عمو پرویز که خیلی خوشحالم دو میگم
انگار که هم مولم متولد کنم. شاید باورتون نشه آقا فرج خان، از اون موقع که شنیدم داریم میای من یک دم نیاسودم. قربونتون برم، نوکرتم. مسعود، مسعود بیا 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 بس بده من اون دیدی کری از داغونش میکنی کنم رشنگ میگیرم چه بود از پیچی میگیرم از پیچی میگیرم چم میاد یه ساعت یه دقیقه بریم پایین بریم پایین بریم پایین بریم پایین چرا تیاره نمیشینه بابا دیگه حوصله مسئله من سر رفتا میگم شاید ترافیکی کردن مگه آسمونم ترافیک داره مگه بله داره این حرفا رو جلوی یه غریبه نزن مسخرمون میکنه آره بابا ترافیکی یه سر گازشو میگینه میاد دیگه دیگه همه اومدن دیگه نوبرشو آقا پرس آقا پرس پرویز با اون لاغری نیستش که بابا چرا بابا مگه عکساشو نفرستاد آه پرویز الان اینجوری شده ببین منو نگاه کن اینه آقا حمید چه شکلیه یادم رفته خوشیکل خوشی تو تو دیدی او از اسمش معلوم آقا پرویز نه آقا سوال دارم میپرسم دیگه تو دیدی آقا داداش آقا با خنده دارم میگم تو دیدیش نمیدونی تو دیدی راست میگه دیگه دیدی شما آقا شما دیدی من یه سوالی ازتون دارم اون دایی غلام غلام کیه؟ یعنی خیلی من خوشحال شدم یا اصلا فکرش نمی‌کردم این همه بیاید مثلا استقبال من یا سورپرایز شدم و همین دلیل فکر کردم که شما وقتی اومدید خیلی لطف کردید اصلا واقعا خیلی ممنون بیشوف بیمعرفت بیفکر شیش ماه بدون اینکه به ما بگید کدوم گوری بودی حالا ما هیچی این خوار بدبختت چی خیلی خوب دیگه نصرت حالا نمیخواد بچه رو جلو جمع ضایع بکنی از گرد راه اومده ولی واقعا خاک دو عالم تو سر مایسیس حسین جان من که تصمیم نداشتم بمونم که من دلم ترکید که گفتم تو رفتی زیر ماشین لابد کجا بودی تو رفته بودم تایلند برای کار و بیزنس رفتم و اونجا میخواستم زنگ بزنم ولی یه جورایی مخابراتش خراب بود نشد تماس بگیرم وگرنه من انقدر بیفکر نیستم مخابراتش خراب بود ما وقتی تو نبودی فکر کردیم کجا مردی زنده ای کجا هستی همه جا سر زدی به همه جا زنگ زدی دیوون خونه هم رفتی زندان رفتیم کلانتری رفتیم بازداشتگاه رفتیم بهزیستی رفتیم اصلا خواهش میکنم یه جوری میگه زندان و فلان هرکی ندونه فکر میکنم متحد تعقیب بودیم نگوی این حرف ولی ما نیمدیم استقبال اون پرویز اینا رو یه وقت میرن از این نصرت اینا کجان؟ بابا چرا اینقدر شما هرس میخوری چیچو جان؟ ای بابا خود شما گفتی اگه بریم اونجا میان گل برامون میارن ردیف میشن استقبال میان پس کو یکیشون خانو فرودگاه به این بزرگی شاید اونام یه جای دیگه دارن دنبال ما میگردن اونا حتما رفتن فرودگاه مهرآباد خانو مهرآباد مال پروازهای داخلی ایرانه اونا چه میدونن پرواز داخلی و خارجی چیه اصلا اونا تا حالا یک قدم از تهران بیرون گذاشتن نه گذاشتن نه بابا اصلا اگه پیداشون نشد اگه پیداشون نشد میبرمتون هتل خب چه بهتر خیلی خوب شد خب پس جوزپه جوزپه نه جعفر اینجا ایرانه ای بابا چیچو منم چیچو نیستم پرویز آقا پرویز جوزپه بیام بریم ماشین بگیریم کوا
آقا سلام. سلام بنده. بعدا آقا تو شهر می‌خویم بریم. بفرمایید کجا شادش میاد؟ یه هتل می‌خویم بریم. بفرمایید 25 تومن کرایتون. اه چقدر گرون شده اشکال نداره. تو چمدونا رو لود کنید بدین. آقا شو تو ماشین هستن. دوری که ما درست ندیدیم که اون همه بی هدف داریم اصلا ما اگه ما تو آن رو نگیم خسته شدم و بی هدف داریم بریم پخش نمیشتیم اگه پخش نمیشتیم چند نفر این برم چند نفر چیه؟ بابا اونا نیستن؟ الان اینجوری چشم قدم همه گی رو چشم خوش آمدید خوش آمدید داستان داره ها داستانای عجیب داری به پول ایران 20 تومن دادی 20 تومنی که دادی به پول ایران ها ولی هم به پول اونجا چند بد میشه آقا این تمساه سرشو باز میکنه دهنشو باز میکنه اینجوری دندونا بیرون اینجوری من 20 تومن تمساه واقعی من 20 تومن داده بودم کلم آقا کردم تو این چی تو این سر دندونای این تمساه یهو ترس برم دو یهو دهنشو بست تمسایه دهنشو بست آقا سر من اونجا گیر کرده خب من چیکار کردی اونجا؟ هیچی من بکش اون بکش من بکش اون بکش دندوناش اینجوری گیر کرده بود اینجا خون داشت میریخت اصلا افتضاح یهو گفتم من باید از این تو چرا اینجا ایجان برو پذیرایی کن بلنش بودو بعد جایی داستان بودو 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 مردون هست شب میترسی خواب میبینی کسی ها برد عدورا عدورا یعنی چیه تو تلویزیون میگن عدورا عدورا یعنی باشه قبول مرام تو با همین بابا اسمشو گفت که جوزفه گر نزن گر نزن خلاصه مخلصتی دمت گرم دمت گرم خودم علورادم آقا بهم میگه خانه چه من اینجا موندگار شدم یه گردم یه کاری من اون اتاق دارم برم بیا جانم من زحمتتون میشه بابا این حرفا چه ما قرار اینجا بمونی یار داریم سلامت بابا این کجا گذاشتم حواس ندارم که تصدقت بشم چه زود اومدی سر چمدون بابا میذاشی عباس آقا و آقا ابراهیم میرفتن عاجزه شانس ما زده کمرش هم قفل کرده دلش میشکن آقا میگم دیر نمیشه که امسی چون من با کسی کاری ندارم قربونت برم من باید یه کاری دارم انجام بدم اونی که میخوام آخر شب انجام بدم میخوام الان خیالم راحت شه دیگه میدونم میدونم یعنی میگم اگه از جانب منه من هیچ عجله ای ندارم چقدرم زحمت وای وای مسی چون من میگم که الان اینا رو به هم نریز بزن عباس شیخ کوچه ابراهیم رفت تو همه چه حیف نشده باشه با سوری چی میگی باید بگردم پیداش کنم نمیشه که آخه نه جون من میگم که بذار اینا برن سر فرصت با خیال راحت تا همه چی به همه برسه بختی داریم بابا جون من چی میخوام دارم دنبال پیژامه بچم میگردم پیژامه؟ آره دیگه برای جوزپه میخوام پیژامه بپوشه راحت باشه بچم تو خونه نه که اونجا لب اقیانوسیم همیشه با پیژامه میره لب اقیانوس ببخشید سلام خلوتتون رو به هم زدم عوض میخوام دایی جون شما تعجب دارین شرمنده کردین حرفایی میزنی مگه میشه کسی از خارج میاد چمدون نیاره خارجه بوده ان همیشه به گردش باشید همیشه به گردش شما اینجا وایسادین از سکاری شما این تشریف بیارین تشریف بیارین وای خیلی ببخشید آیدا جان تو این چی داری تو یه سری اجناسی هستش که تحت لیسانس نورسینگ تو لاولی بیتی نایت دایی منو خواهش می‌کنم اختیار داری اختیار داری آجی حرفو چی کلا نه اونجا چون نورسینگ تو لاولی بیتی نایت اند گود مور اند ان فایو منشنز ان فرندیکسیون یا کلی اجناسش فرندیکسیون دایی جون اینا که میگی به چه زبونیه ببین من برات ترجمه می‌کنم میگه که من کلی اجناس نامبر 1 آوردم میخوام به تک تکتون کادو بدم یکی دو سه تا ببخشید نسبت خانم با تمام احترامی که برای شما قائلم ولی اصلا منظور من این نبودش منظور من چیز دیگه ای بودش چون که کلی اجناس نورسینگه متوجه هستی ولی شما که نباشید اصلا من بازش نمی کنم بفرمایید تا هواپیما هم میگن لیدی بعد جنتلمن بفرمایید اما واو! 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 واو!
ای بابا پرویز خان نصرت خان تشریف بیارین دیگه بدون شما که نمیشه بیان ببین چیکار تو فامیل هستید اطمینان دارم و دستتون دادم دست نزدیم بازت نکنیم من قبل از هر چیز شدی اجازه بده قبل از هر چیزی چون آبجی برای من خیلی زحمت کشیده من میخوام اولیشو بدم خدمت آبجی اینم خدمت سب کن من این صحنه قشنگ که کادر دادن به تصویر میکشم آفرین برقرار باشی باری که الله حاضری بگی اینم برای آبجی گلم خدمت شما آفرین سوقاتیاش قشنگه بعد دیگه از را میاد بخش و فلاش قشنگه مهربونیم قشنگه و سوقاتیام قشنگه خب اجازه بدی خواهش میکنم میخوام ببینم از اینا خوشتون اومده؟ صدای عقبیه رو نمیشنوام خوشتون اومد؟ اون بریا چی خوشتون اومد؟ آره نگاه کنید در این قسمت یک اتیکتی که هستش که خواهش میکنم دقت بفرمایید قیمت های سیرش نمیشه شده به این قیمت ها حتما توجه فیشه شود آره قشنگ توجه کنید و ببینم بگیر بابا شما خوشتون اومد؟ بله آفرین خیلی خوشتون اومد لاغ دستان به من نرفته بگیر آقا بگیر خلا چونش؟ باشو هرمی جون دوازده سال دلم بر تو تنگ شده بود شیش ماه برای برادر زنم خواهش میکنم اول ماچش کنم ماچت میکنم چون تو فرودگاه یادم رفت ماچت کنم این حرفا چیه؟ خواهش میکنم نگیر دیگه قطعش کنم اینایی که میخوام بهش بگم دیگه نگیر قطعش کنم کابونکا حالت خوبه؟ آره خوبه منو دوست داری؟ خیلی آره منی میشناسی آره دیگه دامادی یواش بخند چی شده؟ مردوسوی تو اومدی آبرو منو ببری؟ آبرو چیه؟ نصد خواهی حرفا چی میزنی؟ این بحثا چیه اینجا دا این دختی؟ ای بابا بیزینس مغازه هست بگی مگه فروش بابا بیزینس این حرفا چی میزنی آقای استاد خان بیزینس بخوره تو اون فرق سرت مالی تو خونه من کاسبی رو انداختی اونم برای مهمونای من بابا یه جوری خرجمون در بیاد دیگه حرفا رو چی میزنی تو هوای ما داشته باش من قول میدم به تخفیف بدم اصلا جبران میکنم گوش دادی؟ نه خیر بیاد جبرانم نکن ببین این بحثتو دارم بهت میگم ور میداری میبری تو خیابون پهن میکنی نه بابا خیابون شما ورمنشرمن اگر بشناسی ورمنشرمن یکی از ثروتمندان مردان دنیا بوده کسی بوده که وضعش توپ بوده این ثروتمند گفته در تمام لحظات زندگیت عهد کن که بیزینس بکنی در خونه خیابان در مغازه بازار و همه جا میشناسی ورمنشرمن رو؟ آره فرمنشرمن آره آره فرمنشرمن رو میشناسم این شاگرد اوناسیس بوده اوناسیس میومده تو صف نونبایی وام ایستاده به من التماس میکرده که یه نون خشخاشی درست حسابی بدم دستش بس نوتو کم کن این بساطه تو ور میداری میری تو خیابون پهن میکنی داماد دامادی برقرار باش دایی برقرارم خب
دیگه همم رفتن و دیگه خودمون شدیم. خیلی خوش آمدی. خیلی خوش آمد. انسه جو خیلی لطف کردی. چقدر میوه های اینجا خوشمزه. چه هندونه شیرین. نوشه جا. واقعا خوش به حالت میشه جا. عمو جان چی میخوای بگی بابا جون؟ عمو جان عمو جان نه چی؟ اگه تو پنج صبح قرار نیست بلند شی. بله بله نه دقیقا نه. تو پرویز خانم خسته است تو زد را رسیده. بله بله پرویز جون جا تو همینجا پهم میکنم با هم میخوابیم. بله باشه باشه فعلا که نشستیم جوونو بذار بپرسه چی یاد بگیره جانم. بپرس بله بپرس بله. بپرس من در واقع دیدم فضا اینطوریه گفتم در واقع چمدونا رو چمدونا رو چیکار کنیم اینا رو هواست. بله کدوم چمدونا رو چیکار کنیم؟ چمدونا خودتون رو چیکار کنیم؟ چمدونای ما همونجا سیگار باشن. تموم شد. آره میگم که عمو چمدونا یعنی که چمدوناتون چمدونا یعنی که به چمدوناتون گیر ندادن اونجا توی فرودگاه اینا؟ تو فرودگاه به چمدونامون گیر بدن؟ نه خیلی با عزت و احترام. تموم شد. عمو جون منظور محمود اینه که بین چمدوناتون بار اضافی نبود؟ نه چمدونامون بار اضافه ما در حق استاندارد رو بردیم دلیلی نداره. بله تو چمدون اونا چند تا چند تا من تعجب کردم. اما براش من میخواستم ببینم که تو هر چمدون چقدر بار جا میگیره؟ چقدر؟ با هر چمدون چقدر بار جا میگیره؟ عمو جان تو هر چمدون به اندازه گنجایش اون چمدون بار جا میگیره. هر میز کپون کسامونی کپ تو ست طول میده بگوش قرنیان این چمدون رو چیه نگرفتی تو؟ الورا الورا نیزه بلند شو برو اون چمدون رو بردار. اولا که جونی بچهش به این تخان نفاجون. برقرار باشی. خیلی ممنون. من الان میرم. چیچو اون چمدون نیست. چیه ایداد میزنی چیچو چیچو؟ پرویز اون چمدون که لنگه این بود نیست. یعنی چه؟ نیست دیگه. تمامی جان اینها دیگه مگه چقدر اینجا هست؟ همینجا بود که نه عزیز من نیست دیگه نیست. ببین جا نزاشتیم. جا نزاشتیم چیه؟ یعنی چی اون چمدون کجا؟ نیست دیگه نیست. نیست اصلا نمیدونم. چی شد؟ چی شده در واقع؟ چمدون کوچیکه گم شده. گمش کوچیکه بوده. آره. ولی آقا پرویز من فکر کنم تو بار فرودگاه احتمالاً جا گذاشتی. این چه حرفی میزنی نسبت؟ خودم چمدون رو تحویل گرفتم. بابا عیب نداره. بابا اگه وسایل شخصیتون بوده به فدای سرتون چیز مهمی گم نشده باشه. دست از تو بر. این سی جون خیلی مهم بود. بابا به خاطر اینکه سوغاتی های شما اون تو بود. خوک تو سره خوک تو سره جونم برای سوغاتی؟ نه خب برای سرشون برای سره من کجا گذاشی دایی؟ آم پیداشو اینه پیداشو قرمزه. آقا جان اینو بذار باشه. خودت گفتی قرمزه. خب قرمزه ولی قرمز کوچیکه این قرمز بزرگه. ای بابا آقا قرمز بزرگه است قرمز کوچیکه. آقا ماشین برو ماشین ماشین چقدر حولم بابا. آقا قرمز بزرگ بیا بود همه جایی ماشین میگردی یا بودو حالا ماتو صاف کردی ابراهاتو میخواد چیکار کنه؟ ابراهام که خوشگله که چشه ابراهام دماغم لبم همش تمام خوشگلیه با امام به تو رفت. ببین یه رقصم یه رقصم چته من چرا هولم. ببین هر چی این تو بود نصف میکنی نصفش مال من نصفش مال تو. به مسئولم هیچ نمیگه دهن لغبازی در نمیام من نمیگم. درواز کن درواز کن. خوشا میریم بیا بالا. ببین خوبه اینا شما اونجا
من اینجا، منصورم اینجا. اینجوری رچ با هم بخواه. انسی جون اصلا نمیتونم من این کارو. نیار. من اصلا نمیتونم. اول از اینکه من خودم باید اتاقم سینگل باشه، حالا اینجا دیگه مجبورم. حداقل رو زمین نمیتونم بخوابم. ما تخت نداریم، تصدق، ما همه زمین خوابیم. خب چیکار کنم؟ من دیگه دنده و کبد و مبد همه میاد تو حلقم، قربونت برم. نه نمیتونم. نه نمیتونی؟ بچرخون. اینو باید بچرخونی. دارم میچرخونم. برو دیگه. خب اینو باید بچرخونی دیگه. این سنگ بردیم. برو اون شکلت. من نمیدونم اگه اینا رو زمین میخوابیدن چی میشد. اگه رو زمین میخوابیدن چی میشد؟ هیچ. برو. من دارم میرم، تو هم باید بیای. خب منم دارم. یه طرفش تو گرفتی، یه طرفش من گرفتم. منم دارم میام. من اینو میکشم، تو هم باید بیای دیگه. برو. بگی کجا برم؟ بگی. من درست میخوام. برو. من نمیفهمم. آخه این یادتی؟ این عوض شده ها؟ افشه بابا یاره که میرفته مسافرت؟ آره بابا. آره بابا یعنی چی؟ من برادر بزرگترت هم. برادر بزرگ احترام نگرده. بابا اینجا که کسی نیست. من باشه احترام برادر بزرگ من نمیپسندم. نفس چیکار؟ من نمیپسندم این اخلاقا. بابا ولکن بابا این کارتو. میگم یارت رو زمین میخوابید یا نه؟ آره. یارت چادرت میبینه رو آسفالت میخوابید یا نه؟ آره. یارت یا نه؟ آره. تموم شد رفت. آقا بس کن دیگه، من اینم تو عقده خود بزرگم کوچیک بینی داری؟ چه؟ عقده خود کوچیکم بزرگ بینی؟ منو به من میگه عقده خود کوچیکم بزرگ بینی داری؟ خود کوچیکم بزرگ بینی. من آقا ای بردم این تخت بیار این تو این کش مرا انقدر قرض زد. یادو بر. خب خودت بعدو ببر. خودت ببر. مگه من نوکر تو ام؟ به من چی اون داره زور میزنه؟ من برادر بزرگترتونم. بابا احترام نگه داری. باشه بابا ستاتونم. هر دو تاتون ذهنش داره مریض میشه. اصلا کلن تعطیله. حالا اگه سوغاتیشو داده بودن این تخت میذاشت رو کولش تنهایی میورد تو. میره به دهنش میگیره. بگی بینم. فکر کرد اصلا نمیتو. چی کار میکنی؟ تو دیگه بعد جوابشو بده خب. بگیره. نگیم باشه خب. بگیره کار دارم. جانم نگیم. الو سلام مرز خوبی؟ چطوری؟ بگو ببینم سوغاتی رو گرفتی؟ الان تو این موقع شب زنگ زدی من میگی سوغاتی ها رو گرفتی؟ حالا همین یه کلمه رو بگو، یه آره یا نه بگو دیگه، دارم میمیرم از فضولی. نه بابا نمیدونم سوغاتی ها چی شده، گم و گور شده، نمیدونم، خودم هم نمیدونم. ای بابا فیلمشونه، چقدر تو ساده ای، خدافظ. الو؟ الو؟ قطع؟ قطع ببین محمود میگم نکنه جدی این قضیه سوغاتی و فیلم باشه. آره بابا. آره بابا چیه درست صحبت کن. مگه تو مسعودی؟ مگه تو مسعود؟ مگه تو بار دیگه نکن دست بزن پیدا کردی. ببین داداش من این دستتو بیار پایین. این چیزی که دارم بهت میگم خوب گوش بده. اگه از الان بخوای به این خانومت بگی باشه چشم نمیدونم اینجوری میکنم اونجوری میکنم، پس داره بیچاره میشی ها. اینو بهم به عنوان بزرگتر دارم بهت میگم، به عنوان یه با تجربه. همین چی میگم؟ من دارم از بیرون نگاه میکنم. راستش شما به حساب کدوم تجربه داری میگی؟ کدوم تجربه ازدواجه؟ بالاخره خب از رو روابط مامان، روابط تو اینا از بیرون وقتی نگاه میکنی قشنگ میفهمی. صدای گوشیت هم خیلی بالاست، یعنی هم صدای خودت هم صدای گوشیت. بیارش پایین، همسایه کلشون فهمیدن، اما هم فهمید. بیا برو. بفهم. تو برو. بفهم. برو. بفهم. بور بچه‌ها 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 موسون از ایتالیا اومده یه تحویل نمیده سوغاتی یه دونه اتوبو باشه این هوا ما بیام لخ کنم این رنجلی کنم تو باد خیلی حالا ما تو صاف کردی ابروهاتو میخواد چیکار کنم ابروام که خوشگله که چشه ابروام دماغم لبم همش تمام خوشگلیه با امام تو رفت ببین یه رقم صاف یه رقم صاف چته من چرا هولم ببین هر چی این تو بود نصف میکنی نصفش مال من نصفش مال تو به مسئولم هیچ نمیگه که حلق بازی در نمیام من نمیگم در باز کن در باز کن امام من میگم شاید تو ماشین آقا فرشتون جا مونده من یه زنگ بزنم کجا من یادم از من بپرس هر چی چمیدون تو تاکسی بود همه رو گذاشتین تو ماشین من آقا میگم نکنه تو تاکسی جا مونده تعجب میکنم همه رو گذاشتین تو ماشین شما تاکسی چیز بود دیگه خب پروی جون
قربونت برم، تو که میدونی من چهار صبحی هستم، اجازه میدی من برم بخوابم؟ آره برو بخواب. آره تو هم خواستی بخوابی یا یه موقع با این نخواب یا سرما میخوری. قربونت برم. میگن همیشه چی شده؟ تاکسی جا نمونده اما تاکسی یادم اومد چمدونه کوچیک بود، سوار تاکسی شدم گذاشتم پشت صندلی راننده، پیاده شدیم تاریک بود ندیدم جا گذاشتم. ای بابا ای وای پفر چه اشتباهی، کاش گفته بودی من برمیگشتم. حالا شد دیگه خانم شد. ببینم عمو تاکسی تاکسی فرودگاه بود؟ آره بابا از همونجا گرفته بودیم. اصلا ناراحت نباشید، من یادمه یکی از رفیقام تو ایتالیا چمدونش رو تو تاکسی فرودگاه جا گذاشته بود، فردا صبح شب گرفت. آره میدونم کی بود. پاپر جان فرانچسکو توتی یادت نیست؟ عزیز من اون که رب تمام محتواشو خالی کرد اسکلتشو برد قربونش. خب چمدون که پیدا شد خانم جان. من میرم فرودگاه فردا صبح پیداش میکنم. فقط یه چیزی با هم بگین، شماره پلاک ماشین رو حفظین. شماره پلاک بود تاریک بود ما ماشین گرفتیم. شماره پلاک چیکار دارن؟ خیلی خوب خیلی خوب، اصلا چیز نیست. ماشین چه رنگی بود؟ ماشین فرودگاه زرد بود. و همه یه رنگ هم برادر. نه خب من دقیقش رو باید میدونستم. دقیقش قیافش یادتون نمیاد؟ قیافه چی؟ قیافه آقا عیب نداره، من فراسو میرم دنبالش، مشکلی نداره دیگه. نه اسمشو نمیدونید؟ نه آجون برو بگیر بخواب، بریم بگیریم بخوابیم بابا، بریم بگیریم بخوابیم. عربیس خان. بله. من و جعفر کل بالا رو زیر رو کردیم، اصلا پیدا نکردیم. گوش میدی؟ اصلا do not چمدون for version and they're not for آقا جان بریم بگیریم بخوابیم، حوصله دارین ها.